امروز 21 نوامبر برابر با روز جهانی تلویزیون است. از این روز در افغانستان در حال تجلیل می شود که نیا نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان گفته است که بیش از نیم از رسانه های دیداری در افغانستان در 2 سال پسین از فعالیت بازماندند. نیا گفته است که وضعیت کاری رسانه ها به ویژه رسانه های دیداری در افغانستان قناعت بخش نیست و از نهادهای ملی و بین المللی و حامی رسانه ها خواستار پشتیبانی در حل معضل موجود است. در همین حال اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان میگوید که نشرات 54 تلویزیون در جریان 10 سال گذشته و تحولات سیاسی پسین به دلیل چالش های اقتصادی متوقف شدند. روز جهانی تلویزیون و چالش‌های اقتصادی رسانه‌ها در افغانستان. 21 نوامبر در حالی از روز جهانی تلویزیون در افغانستان بزرگداشت می‌شود که بیش از نیمی از رسانه‌های دیداری در افغانستان از فعالیت باز مانده‌اند. نیان نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در یک اعلامیه‌ای به مناسبت این روز گفته است که در جریان 2 سال پسین 52% از رسانه های دیداری در افغانستان از فعالیت باز مانده‌اند. بر بنیاد نظرسنجی این نهاد، از میان 147 تلویزیون، 72 تلویزیون به دلیل چالش‌های اقتصادی نشراتشان را متوقف کردند. از روز جهانی تلویزیون همه‌ساله در افغانستان نیز گرامی داشت می‌شود. امسال روز جهانی تلویزیون در حالی فرا می‌رسد که بیش از نیمی از رسانه‌های دیداری افغانستان را دیگر با خود نداریم. نی گفته است که وضعیت کاری رسانه‌ها در افغانستان قناعت بخش نیست و از تمام نهادهای ملی و بین المللی خواسته است که برای حل چالش‌های رسانه‌ها از آنها پشتیبانی کنند. این نهاد همچنان از امارت اسلامی خواسته است که در راستای حمایت از رسانه‌ها در خصوص مالیات و تضمینات مالی تجدید نظر کنند تا رسانه‌های موجود در افغانستان از بین نروند. 21 نوامبر مصادف است با روز جهانی تلویزیون. امسال روز جهانی تلویزیون در حال فرا می‌رسد که 52% از رسانه‌های تصویری افغانستان نظر به چالش اقتصادی فعالیتشان در 2 سال پسین متوقف شده. ما جدن از نهادهای ملی و بین‌المللی خواستار ازی هستیم تا در کنار رسانه‌های افغانستان به ویژه تلویزیون‌ها بیستند تا این ارزش 20 ساله حفظ گردد. در همین حال اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان میگوید که نشرات 54 تلویزیون در جریان 10 سال پسین و تحولات سیاسی اخیر در کشور متوقف شده اند. یافته های اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان میده که تا یک دهه اخیر 138 تلویزیون در افغانستان راجستر شده که 2 تلویزیون هم در دوره امارت اسلامی که مجموعاً 140 تلویزیون میشه که از جمله 86 تلویزیون فعلا فعال است که به شمول تلویزیون های دولتی و آزاد. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان به مناسبت روز تلویزیون از رسانه های آزاد افغانستان به ویژه تلویزیون ها خواسته است که بر مبنای اصل بیطرفی و استقلالیت فعالیت هایشان را تعقیب کنند تا ارزش ها زنده بماند.